به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین. سلام بر شما بینندگان گرامی، سلامی چوبوی خوش آشنایی. مجالی دیگر رخ داد تا دفتری دیگر از مجموعه بوی جوی مولیان را بگشاییم و برگ دیگری از این دفتر را به شما عزیزان تقدیم کنیم. ما را همراهی کنید. هر میوه‌ای که دست رساندیم چوب شد، ما لایق بهار نبودیم خوب شد. این گیردار ما و شما در میان راه، چون روز باز کردن پیش از غروب شد. دردا در این میانه درختی که کاشتیم، قربانی لجوجترین دارکوب شد. بینندگان عزیز، شعر مقاومت یکی دیگر از شاخه‌های ادبیات افغانستان است و شامل سروده‌های انقلابی شاعران در دوران مقاومت می‌شود. با این شاخه از ادبیات بیشتر آشنا شوید. موضوع صحبت امروز ما شعر مقاومت هست و سعی میکنیم در طی یک دو برنامه دیگر از شعر مقاومت، ویژگی ها و چهره های این ژانر ادبی با شما صحبت کنیم. شعر مقاومت را با خواندن غزلی از سید فضل الله قدسی آغاز میکنیم که یکی از پیشگامان شعر مقاومت در حوزه ادبی مهاجرت در ایران بوده است. جلوت در افق خاطره پیداست هنوز، یادت آرامش درد دل تنهاست هنوز. بنما چهره گلگون خود از پرده خاک، دیدم سوی تو در شوق تماشاست هنوز. بس که بر دامن شبها گل اشک افشاندی، پرتراوت چمن سبز مسلاست هنوز. اگر آن قد چو نخل تو به خاک افتاده است، علم فتح تو در معرکه بالاست هنوز. ره صد ساله به یک لحظه سپردی و مرا خمین کوچه بی حادثه مأواست هنوز. رستنت از قفس خاک مبارک بادا، وای بر من که مرا سلسله در پاست هنوز. گر نی مایل پرواز، دلا مرگت باد، صد کران فاصله بین تو و دریاست هنوز. شعر مقاومت یا اونچه که برگردان شده به نام ادبیات پایداری، یکی از ژانرهای خیلی دیرپا هست در ادبیات کشورهای جهان، اما از لحاظ نام و نامگذاری در شعر فارسی مفهوم نسبتاً جدیدتری است. به این معنا که ما اگر موضوع مقاومت رو در نظر بگیریم، به هر حال انسان هیچ موقع خالی از مقاومت در مقابل سختی ها و فشار ها و دشمنان خارجی و داخلی نبوده. پس تا زمانی که انسان بوده و تاریخ آدمی، لابد مقاومتی هم جریان داشته و شعر مقاومت هم سروده شده بوده و خیلی از محققین حماسه سرایی رو در ادبیات فارسی که با شاهنامه فردوسی آغاز شده، این رو جزء اولین کتاب‌ها و اثرهای برجسته در شعر مقاومت می‌دانه. اما حقیقتش این است که ما دقیقاً نمی‌توانیم اون مفهومی رو که از شعر مقاومت و پایداری امروز رایج هست، این رو همان چیزی بدانیم که در حماسه سرایی‌های گذشته و کلاسیک ما جریان داشته. یک مقدار تفاوت‌های اینها با هم داره. ببینید، از جمله این که ما امروزه وقت شعر مقاومت یا پایداری میگیم، چند ویژگی رو برایش در نظر میگیریم. اول این که کشورهای معمولا دارای شعر مقاومت هست که یک هویت شناخته شده ملی داشته باشد. نکته بعدی این است که این هویت ملی مورد تهاجم یک کشور بیگانه قرار گرفته باشد.
و مردم این کشور هم در به جای تسلیم و به جای سازش راه مقاومت و پایداری و جنگ رو انتخاب کرده باشد. با این سه فاکتور یا سه تا ممیزه ما شعر مقاومت رو سعی میکنیم یک مقدار تعریفش رو محدود کنیم. کشور ما هم از اون کشورهایی است که در طول تاریخ بارها و بارها مورد تهاجمات بیگانه قرار داشته، به خاطر که به هر حال چهارراه مدنیت‌های مختلف بوده و لذا هر گردنکشی وقتی می‌خواسته به جای حمله کنه ناگزیر از این معبر عبور می‌کردند. این است که شاید در این کشور بتوان یک بستر آماده‌ای رو برای تولید ادبیات مقاومت یا شعر پایداری بررسی کرد و یکی از آخرین شاخه های این جریان همین شعری است که در مقاومت اخیر هموطنان ما در رابطه با اشغال کشورشان توسط ارتش سرخ اتفاق افتاد. البته قبل از او هم ما جنگنامه سرایه هایی داشتیم که در رابطه با تجاوزات بریتانیا بود که اونجا هم کسانی شاعرانی آمدند و شعر گفتند و ما از زبان ملالی اون قهرمانی که در جنگ میوند کشته شد هم چیزهایی رو داریم یا به یادگار که نمونه های از شعر مقاومت می شود اونها رو تلقی کرد. معروف هست که گفت اگر در جنگ میوند کشته نشوی این ننگ رو به کجا خواهی برد، که خودش یک نوع تحریص، یک نوع شعر مقاومت هست. اما آنچه که ما تحت عنوان شعر مقاومت امروز نام میبریم مشخصا بعد از سال 1358 یا 57 بگیریم که در کشور ما اتفاقی افتاد و کودتای صورت گرفت و مردم برای این که حس کردند این کودتا و کودتاچیان از طرف بیگانگان حمایت میشه، این است که به مقابلش پرداخت و بعد اون اشغال صورت گرفت و ارتش شوروی وارد افغانستان شد. دقیقا از همین تاریخ هست که شعر مقاومت ما هم شروعی به فعالیت کرد. منتها شعر مقاومت در افغانستان رو در سه شاخه متفاوت ما میتوانیم تقسیم بندی کنیم. شاخه اول در پاکستان شکل گرفت، شاخه ابتدایی شعر مقاومت بود. چرا؟ چون جریان های از مبارزینی که با رژیم مخالف بودن با رژیم وقت قبلا جسته و گریخته وارد پیشاور و شهرهای پاکستان شده بودند. اینها هسته های اصلی مقاومت رو اونجا سر و سامان داده بودند. به همین خاطر در میان اینها شاعران هم بود که این آرزوها و ایدئال ها رو بیان میکرد. پس ما اولین حلقه شعر مقاومت افغانستان رو در پاکستان تلقی میکنیم. حلقه دوم کسانی بودند که در ایران سر و شکل پیدا کرد و حلقه سوم شاعرانی که در داخل افغانستان ماندند، در کابل، در شهرهای دیگر، در مزار شریف. اینها همونجا ساکن بودند و در زیر سیطره حاکمیت اما مخالف با آنها شعر و سرود خودشون رو داشتن، ادامه میدادن و مشغول بودن. این سه شاخه شعر مقاومت هست. هر کدام برای خودش خصایصی داره، ویژگی هایی داره و چهره هایی داره که در جای خودش ما در برنامه بعد به اونها کم و بیش خواهیم پرداخت. اما چون صحبت امروز پیرامون اصل شعر مقاومت هست، بهتر است که این واژه رو یک مقدار در پیرامونش صحبت کنیم، چون گاه ابهاماتی پیش می آید و جریانهایی در رابطه با شعر مقاومت صحبتهایی گاه متفاوتی ایراد می کنند. از جمله این که آیا واقعا شعر مقاومت به کدام یک از این سه شاخه حقیقتا می شود اطلاق کرد؟ یعنی کسانی که مثلا در ایران شعر می گفتند اینها سزاوار گفتن شاعران مقاومت هست نامگذاری، یا کسانی در داخل بودند و زیر چکمه های استبداد و اشغال زحمت میکشیدند اینها، یا اونهایی که در پاکستان بودند. به هر حال گروهی معتقد است که شعر مقاومت فقط مصداق اصلیش اونهایی است که رو در رو در حقیقت، یعنی در
تحت فشار رژیم اشغالگر قرار داشتند و آسیب‌های اینها را به جان می‌خریدند، در مقابل اینها خطراتی را متوجه خودشان می‌کردند و شعر می‌گفتند. این یک نظر هست و ممکن است خیلی ها همین نظر رو بدانند و نظر درستی هم هست، نمی‌شود گفت که این شعر مقاومت نیست. اما آیا کسانی که در جبهه مقابل بودند، فرض کن در کشورهای دیگر، آیا اینها را هم می‌شود شعر مقاومت گفت؟ من نظرم این است که در این قسمت ما باید یک مقدار موضوع را عام‌تر بگیریم. شعر مقاومت یعنی شعری که در مقابل یک تفکر و یک جریان سروده شده، چون ما بین خود مقاومت و شعر مقاومت باید یک مقدار فرقی بگذاریم. خود مقاومت یکی از شرایط اساسیش اینه که در رو در رو باشد. خود مقاومت یا خود مجاهد باید در سنگر باشد، باید زندان رو بکشه، باید کشته بشه، باید گلوله شلیک بکنه. اما دقیقاً شعر مقاومت به این معنا نیست، چون شعر هست، یعنی قید اول شعر هست و قید دومش مقاومت هست. پس شاعر مقاومت میتواند در جای دیگری هم باشد، ولی به مجاهدین کمک برساند از لحاظ روحی و حماسه ها و انگیزه های اینها رو برجسته کنه، اینها رو به تلاش، به مقاومت وادار کنه و خودشان هم به او عقیده داشته باشد. به این حساب هست که ما قائلیم در پاکستان و در ایران هم شعر مقاومت هست و ما از این لحاظ در تعریف شعر مقاومت دچار مشکل نیستیم. پس صحبت رو خلاصه می کنم به این نکته که ما از شعر مقاومت تعریف کردیم و سه تا ویژگی برای شعر مقاومت بیان کردیم و بعد اون رو به سه شاخه تقسیم کردیم: شاخه شعر مقاومت در پاکستان، ایران و داخل کشور، و هر کدام اینها گفتیم که چهره های مخصوصی به خودش دارد و ویژگی های مخصوص به خودش. در برنامه بعد بیشتر به این سه حوزه ادبی خواهیم پرداخت. بینندگان گرامی، همان گونه که میدانید، یکی از بخش های برنامه بوی جوی مولیان آشنایی با شاعران جوان مهاجر است. در این برنامه هم قصد داریم شما را با یکی دیگر از این شاعران جوان آشنا کنیم. باز منو حادثه زمان و رد پای سیب، باز منو قاصدک و قشنگی صدای سیب. همیشه بعد از این شکوفه ها زراح میرسی، به دست های خستت چهره دلربای سیب. به خنده تمام بچه های کوچه پشت میکنم که دارم ای عزیز من چقدر اشتهای سیب. نگاه سبز باغبان و فکر دست چین و من که فکر می کنم به تو به جای رد پای سیب. طاهره نوروزی هستم. به جمعه آخر ماه مبارک رمضان که مصادف باشه با اول جوزای سال 1386، بهار سال 1383 بود که وارد جلسات شعر و شعرخوانی شدم و دهم سالها بود که جلسات حافظشناسی، مولوی خوانی که همراه با معرفی کتاب و کتابخوانی بود رو گذروندم. در دی ماه سال 1384 با دوردری آشنا شدم، یک محفل کاملا گرم، کاملا صمیمی، و تا حالم که ادامه دادم. و
به حال کتاب تاثیر خودش رو آدم میذارد. من آثار جبران خلیل جبران را مطالعه زیاد کردم، خیلی دوست میدارم. آثار صادق هدایت، ویکتور هوگو، کتاب های کویر یا گفتگوهای تنهایی رو تازه دارم میخوانم از دکتر علی شریعتی. زیباترین واژه به نظر من آرامشه، و اگه نخواهیم بدترین واژه رو بگیم، سخت‌ترین واژه هم به نظر من همون آرامشه. از قاب پنجره دیدش و کاش چشمانش توهم داشت، زیر و بم صدای شربد جو تا ته گوش ها می رفت، در میان آن همه چشم دخترک فکر حرف مردم داشت. شب سیاه نفرین بار حریر دلش را چنگ می برد، عروس شبهای مهتابی که دست بر دوش گندم داشت. دخترک میان آتش افروخته می دید خودش را، رقص شعله‌های تند آتش هنوز آرزوی هیزم داشت. هزار بار جزر و مد ساحل چشمانش را پریشان کرد، به فریاد تا مرز سپید دوید، کاش مرشد کمی ترحم داشت. بینندگان عزیز، مهمان لحظه هایتان هستیم از برنامه بوی